به نام خدا، با عرض سلام، بنده الهام ربانی هستم، مدرس دانشگاه و مشاور مدیریت در حوزه مهندسی صنایع. قصد دارم که حسابداری قیمت تمام شده رو با توجه به تجارب کسب شده با نرم افزار یوزر فرندلی اکسل خدمت شما ارائه کنم. همونطور که مستحضر هستین، هر سازمان واحدی رو به نام واحد حسابداری در 4 تا سازمانی خودش داره. واحد حسابداری وظایف متعددی رو بر عهده داره که میتونه این وظایف در قسمت‌های مختلف زیر مجموعه واحد حسابداری کل خلاصه بشه. سه قسمت عمده که زیر مجموعه واحد حسابداری بخش حسابداری در سازمان فعالیت دارن، حسابداری مدیریت هست، حسابداری مالی هست و حسابداری صنعتی. وظیفه حسابداری مدیریت این هست که گزارشات مورد نیاز مدیران سازمان رو برای اینکه اونها رو در راستای رسیدن به اهداف کلان سازمان هدایت کنه، تهیه کنه و خدمت اونها ارائه بده. بیشتر گزارشاتی که در حسابداری مدیریت تهیه میشه جنبه مالی داره و جنبه ریالی داره و از واحد ریال استفاده میشه. وظیفه واحد حسابداری مالی این هست که رویدادهای مالی روزانه رو بر اساس استانداردهایی که وجود داره برای ثبت حسابداری در سیستم حسابداری اونها رو ثبت کنه و در پایان دوره مالی از اونها گزارشات استانداردی مثل ترازنامه، مثل صورت سود و زیان و غیره رو به دست بیاره. در حسابداری صنعتی به صورت دیتیل تر و به صورت جزئی تر به رویدادهایی که ثبت شد در حسابداری مالی نگاه میشه. در حقیقت میاد آنالیز میکنه آنچه اتفاق افتاده در سازمان از لحاظ مالی رو و بر اساس اون میتونه قیمت تمام شده کالای شما رو هم از محصول توی یک سازمان تولیدی یا یک خدمت ارائه شده از سازمان خدماتی رو محاسبه و پیش بینی کنه. بسته به سایز سازمانی که مورد تحلیل هست، واحد حسابداری میتونه این سه تا قسمت رو به صورت بخش‌های جداگانه زیر مجموعه خودش داشته باشه، ولی خب در برخی از سازمان‌های کوچک یا حتی متوسط این سه بخش به صورت تفکیکی وجود ندارن و تنها شما یک واحد حسابداری مالی دارید. این حسابداری مالی در چنین سازمان‌های کار حسابداری مدیریت رو هم انجام میده و به صورت خیلی کلی به بحث حسابداری صنعتی می‌پردازه. خب ترجیح این هست که در سازمان‌ها واحد حسابداری صنعتی هم وجود داشته باشه، چرا که در واحد حسابداری صنعتی شما تمام رویدادهای مالی که ثبت شده رو آنالیز می‌کنین و حتی می‌تونید قیمت تمام شده کالای خودتون رو در دوره‌های آتی پیش بینی کنین که یک مزیت به شما میاد. با توجه به اهمیتی که حسابداری صنعتی در مقایسه با حسابداری مالی داره، ما در اینجا یک مقایسه بین این دوتا خواهیم داشت تا شما بتونید با دید بهتری بقیه مطالب این آموزش رو فرا بگیرید. خب در حسابداری مالی اولین مورد این هست که تمام گزارشاتی که تهیه میشه در حسابداری مالی برای افراد برون سازمانی استفاده میشه و افراد درون سازمانی مخصوصا مدیران میانی از اونها به ندرت استفاده میکنن. به عنوان مثال میتونیم این افراد برون سازمانی رو بانک ها مثال بزنیم که شما برای اخذ وام از بانک ها نیاز دارین که حتما گزارشاتتون رو خدمت اونها ارائه بدین تا اونها بتونن نسبت به عملکرد شما بررسی لازم رو انجام بدن و وامی که طلب میکنین رو به شما بپردازن یا نه. مورد بعدی این هست که صورت‌های مالی که در حسابداری مالی در پایان یک دوره تهیه میشه صورت‌هایی هستن که مشخص هستن و استانداردن و از هر سازمان به سازمان دیگه تفاوتی نمی‌کنه. یعنی شما نمیتونین که ترازنامه رو که به صورت تی هست در یک سازمان دیگه به سبک دیگه ای تهیه کنید. مورد بعدی حسابداری مالی در حقیقت برای ثبت رویدادهای مالی در سیستمش استانداردهایی داره که اینها لازم الاجرا هستن و هیچ سازمان نمیتونه از اونها عدول کنه. گزارشات مالی عموما در پایان یک دوره مالی که تقریبا میتونیم بگیم که برای همه سازمان‌ها یک ساله هست تهیه میشه. واحد اندازه‌گیری در این گزارشات ریال هست و شما غیر از ریال در ترازنامه در صورت سود و زیان در جریان نقدینگی چیزی نمی‌بینید. بهای تمام شده تهیه شده در حسابداری مالی بهای تمام شده تاریخی هست، یعنی اینکه شما بر اساس اطلاعاتی که به مرور ثبت شده در سیستم حسابداری مالی میگین که بهای تمام شده تون در طی اون دوره چقدر بوده. بنابراین میتونم بگم که گزارشات یا حتی اون بهای تمام شده گذشته نما هستن، یعنی گذشته شما رو نشون میدن بهتون.
خب اگر بخوایم بر اساس دیتیلی که برای حسابداری مالی خدمت شما ارائه دادیم حسابداری سنتی رو هم مقایسه کنیم، میتونیم بگیم که واحد حسابداری سنتی گزارشاتی که تهیه میکنه برای افراد درون سازمانی هست. منظور از افراد درون سازمانی بیشتر مدیران میانی هستند. خب طبعا مدیران میانی برای اینکه بتونن کار خودشون رو بهتر انجام بدن و سازمان رو به اهداف کلانش برسونن، لازم هست که یه سری اطلاعات از شما که در واحد حسابداری سنتی قرار گرفتین بگیرن و شما هم موظف هستین که این اطلاعات رو در اختیار اونها قرار بدین. این گزارشاتی که مدیران میانی میخوان عموما گزارشات سلیقه‌ای هست، یعنی یک مدیر نسبت به مدیر دیگه میتونه یک گزارش متفاوتی رو طلب کنه از شما. مثلا یک مدیر طی یک جدولی از شما این گزارشات رو طلب میکنه، یک مدیر دیگه طی یک نموداری، یا حتی میتونه ستونهای اضافه داشته باشه، میتونه اصلا وضعیت اون گزارش با گزارش یک مدیر دیگه کاملا متفاوت باشه. گزارشات فاقد استاندارد خاصی هستن، یعنی مثلا ممکنه در طی یک هفته این گزارش رو به یک طریق از شما بخوان، در طی هفته آتی طریقه طلب اون گزارش متفاوت بشه، مثلا یه ستون اضافه بشه، یک ردیف اضافه بشه، یه سری اطلاعات حذف بشه، یه سری اطلاعات بخواین که اضافه بشه. مورد دیگه این هست که این مدیران میتونن گزارشات لازم خودشون رو در هر برهه زمانی از شما بخوان. مثلا اگر طی این هفته از شما یک گزارش رو خواستن، میتونن طی هفته آتی یا طی فردای اون روز از شما دوباره یک گزارش متفاوتی بخوان. هیچ قانونی وجود نداره که در پایان یک دوره مالی باشه یک دوره خاصی. بنابراین شما در هر لحظه باید جوابگوی مدیران میانی باشید. واحد اندازه‌گیری توی گزارشات عموماً این واحد ریالی نیست. میتواند ریالی باشد، ولی ریالی طبعاً همیشه جوابگو نیست. مثلا اگر بر اساس توناژ محصول بخواید یک گزارش رو، شما ملزم هستین که بر اساس هم واحد درخواستی گزارش لازم رو خدمت اونها ارائه بدین. بهای تمام شده که به دست میاد بر اساس حسابداری صنعتی، بهای تمام شده به روز یا آتی هست، یعنی در حقیقت پیش بینی میکنه وضعیت شما رو، میگه امروز بهای تمام شده شما چقدر خواهد بود و یا در دوره های آتی چقدر خواهد بود. بنابراین برعکس حسابداری مالی که بهای تمام شده گذشته شما رو نشون میده، اینها بهای تمام شده آتی شما رو نشون میدن. بنابراین میتونم بگم که بهای تمام شده که به دست میاد از حسابداری مالی یک بهای تمام شده واقعی هست، ولی بهای تمام شده که از حسابداری سنتی به دست میاد یک بهای تمام شده پیشبینی هست. قطعا پیشبینی با بهای تمام شده واقعی یک سری مغایرت خواهد داشت که در حسابداری سنتی به اونها میپردازه و این انحرافات رو محاسبه میکنه. پس به طور کلی میتونم بگم که گزارشاتی که تهیه میشه، مخصوصا بهای تمام شده که تهیه میشه، گزارشات آینده نما هستن، یعنی میگن در روزها و دوره های آتی وضعیت شما چگونه هست. خب با توجه به چیزایی که گفتیم، شما دلایل استفاده از حسابداری سنتی رو الان میتونید خودتون حدس بزنید. اولین موردش این هست که شما از حسابداری سنتی در کنار حسابداری مالی استفاده می‌کنید تا بتونید حسابداری مالی رو به اهداف کلان خودش برسونید. می‌تونید بهای تمام شده محصولات و خدمات خودتون رو حساب کنید با استفاده از حسابداری سنتی. خب ممکنه شما سوال براتون پیش بیاد که حسابداری مالی هم بهای تمام شده رو حساب می‌کنه، پس چه لزومی داره از واحد حسابداری سنتی برای محاسبه بهای تمام شده استفاده کنم؟ خب دلیلش رو قبلا هم گفتیم و مجدداً اشاره میکنم. محاسبه بهای تمام شده بر اساس حسابداری سنتی وضعیت آتی دوره های آتی شما رو پیش بینی میکنه، ولی در حسابداری مالی میگه که چه اتفاقی در سیستم شما در پایان یک دوره افتاده. بنابراین خب خیلی از سازمان ها طبعا نیاز دارن که این پیش بینی رو داشته باشن. اینکه واقعیت رو نشون میده درسته مهم هست، ولی این مهمتر میشه براش. دلیل مهم دیگه که از حسابداری سنتی استفاده میکنم این هست که شما میتونید با استفاده از سیستم حسابداری سنتی اطلاعات مربوط به بهای تمام شده کالاتون رو بشناسین که چه اطلاعاتی رو شامل شده، اونها رو جمع آوری کنین از حسابداری مالی، اون اطلاعات مالی رو اونها رو پردازش کنین، آنالیز کنین و گزارشات لازم رو تهیه کنین. گزارشاتی که اینجا تهیه میکنین صرفا گزارشات در حد گزارش باقی مونن فایده ای ندارن، بنابراین شما حتما باید اونها رو تجزیه تحلیل بکنین و در پایان هم راهکارها و روشهایی رو برای کاهش و تقلیل بهای تمام شده ارائه بدین.
یکی از موارد مهمی که در حسابداری سنتی اتفاق میفته به خاطر این هست که شما بهای تمام شده به صورت پیش بینی هست. بنابراین همونطور که گفتم این بهای تمام شده پیش بینی قطعا با واقعیت پایان دوره یک سری اختلافات و انحرافات داره که در حسابداری سنتی تکنیک هایی وجود داره که ما این انحرافات رو تجزیه تحلیل کنیم. دلیل مهمی که این انحرافات رو در پایان دوره مالی تجزیه تحلیل میکنم این هست که بتونم پیشبینی هام رو در دوره های آتی به واقعیت نزدیک تر کنم. در پایان یه مدیر میتونه با استفاده از سیستم حسابداری سنتی که به صورت دیتیل به مسائل نگاه میکنه برنامه‌ریزی بهتری داشته باشه، تصمیم گیری های بهتری داشته باشه، حالا اهم از تصمیم های کوتاه مدت یا بلند مدت، و میتونه عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده رو تحت کنترل در بیاره. خب برای استفاده از حسابداری سنتی در محاسبه بهای تمام شده کالاتون شما لازم هست که یک سری اصطلاحات رو باهاش آشنا بشین. یکی از اصطلاحات لازم بهای تمام شده هست، دیگری هزینه هست و زیان. خب منظور از بهای تمام شده در حسابداری سنتی چی هست؟ منظور منابع صرف شده جهت کسب منابع دیگه در آینده هست. مثال میزنم خدمت شما. مثلا شما مواد اولیه رو میخرین، پولتون رو صرف میکنین، سرمایه رو صرف میکنین، مواد اولیه تهیه میکنین برای سازمانتون و اونو تبدیلش میکنین طبق یک پروسه‌ای به محصول نهایی و در آتی اون محصول نهایی که در انبارها تو ممکنه دپو بشه رو به مرور میفروشین تا طبق یک درآمدی وارد سازمانتون بشه. بنابراین من این سرمایه فعلی خودم رو صرف میکنم و مواد اولیه میخرم، بعد نیروی کارگری استخدام میکنم، تجهیزات میخرم، در حقیقت سرمایه‌ام رو صرف میکنم مجددا طبق یک پروسه این کار رو انجام میدم، مواد اولیه رو تبدیل به محصول میکنم و یک منابعی رو در آینده به دست میارم که همون درآمد سازمانم حاصل از فروش محصول نهایی است. پس بهای تمام شده منافعش در آینده به دست میاد که این منافع میتونه حاصل از فروش محصول باشه یا اینکه شما عملیات دیگه انجام بدین روی کالاتون و بتونین با افزایش ارزش افزوده برای کالاتون یک عایدی برای سرمایه‌گذار ایجاد کنید. در حقیقت بهای تمام شده تحت عنوان دارایی طبقه بندی میشن که شما در ترازنامه تحت عنوان موجود کالا میتونین اونها رو ببیننشون. دسته دوم اصطلاحات لازم توی حسابداری سنتی هزینه ها هستن. هزینه یعنی اینکه شما منابعتون رو از دست میدین در جهت کسب یک منفعت. این منفعت متعلق به آینده نیست، یعنی در حقیقت شما الان منابعتون رو صرف میکنین، از دستش میدین، ولی منفعتش رو الان به دست میارین. مثلا وقتی که دیوار یک ساختمون رو رنگ میکنین یک هزینه کردین که این قرار نیست منفعتش در آینده به مرور به دست شما برسه، در همون لحظه به دست شما خواهد رسید. بنابراین اینها رو تحت عنوان هزینه تقویندی میکنن و این هزینه ها رو در پایان همون دوره به صورت سود و زیان منتقل میکنن، مثل مطالبات مشهور کل وصول. دسته سوم اصطلاحات زیان ها هستن. خب زیان ها تعریفی مثل هزینه دارن. شما در حقیقت همین منابعی که داشتین رو از دست میدین بدون کسب منفعت. خب مشخصه که زیان منفعتی درونش وجود نداره. بنابراین اینها هم مثل هزینه ها در همون دوره به صورت سود و زیان منتقل میشن، مثل هزینه های آتش سوزی. خب بنابراین شما اگر خواستین بهای تمام شده محاسبه کنین نیاز داریم به چنین هزینه هایی که اینجا مثالش زدیم، مثل مواد اولیه، مثل دستمزد پرسنل و غیره. خب یکی از فعالیت های مهم در واحد حسابداری صنعتی سنجش مسئولیت هست، سنجش مسئولیت مدیران در حقیقت، که ما تحت عنوان حسابداری سنجش مسئولیت میشناسیمش و این خودش میتونه یک بخش فرعی در حسابداری صنعتی باشه. خب منظور از حسابداری سنجش مسئولیت چی هست؟ همونطور که از اسمش مشخصه ما میخواهیم که مسئولیت هایی رو که به افراد مختلف مخصوصا مدیران داخل سازمان داده شده رو سنجش و ارزیابی کنیم. خب بدین منظور میان هزینه هایی که در سیستم حسابداری مالی رو ثبتش کردیم اینها رو تفکیکش میکنن به دو نوع هزینه. یک دسته هزینه های قابل کنترل هستن و یک دسته هزینه های غیر قابل کنترل هستن. هزینه های قابل کنترل هزینه هایی هستن که مدیران میتونن به سهولت اونها رو کنترل کنن و امکان کنترلشون در کوتاه مدت وجود داره، مثل مواد مستقیم. مثلا مواد اولیه که خریداری میشه برای سازمان، مدیران میتونن مقدار مصرف مواد اولیه رو مورد کنترل قرار بدن، ضایعات زیاد تولید نشه، دوریز کمی داشته باشه
و به طور کلی حیف و میل نشه. بنابراین اینها هزینه هایی هستن که مدیران به راحتی میتونن کنترلش کنن و شما میتونین در ازای مصرف مواد مستقیم، حالا به هر صورت که هست، مدیران رو مورد سوال قرار بدین و اونها پاسخ خوب باشن. دسته دیگه هزینه ها، خب هزینه های غیر قابل کنترل گفتیم هستن، اینها مثل دستمزد هایی که مصوب شده. خب دستمزد مصوب چیزیه که بر اساس یک قانونی بین کارکنان و مدیران سازمان تصویب شده و خب شما مدیر قسمت رو نمیتونین مؤاخذه کنین که چرا دستمزد اینقدر پرداخت میشه، خب چیزیست که نوشته شده. بنابراین ما میتونیم عملکرد مدیران بخش‌های مختلف سازمان رو در قبال هزینه‌های قابل کنترلی که در لیست استفاده اونها هست و به بخش اونها تعلق داره مورد سنجش قرار بدیم. در ادامه با توجه به چیزایی که یاد گرفتیم، ما یک فرایند داریم برای محاسبه قیمت تمام شده. همونطور که از اسم فرایند مشخص هست، باید حتما گام‌هایی رو طی کنیم تا به اون هدف اصلی برسیم. هدف اصلی اگر محاسبه قیمت تمام شده باشه، گام‌های اون اولیش مفاهیم هست. شما یک سری مفاهیم رو باید یاد بگیرید در محاسبه قیمت تمام شده. مورد بعدی مقدمات و زیرساخت‌ها هست. در حقیقت شما باید یک سری زیرساخت‌هایی در سازمان خودتون فراهم کنین تا بتونین محاسبه قیمت تمام شده داشته باشین. در گام سوم روش‌ها هست. روش‌های مختلفی برای محاسبه به قیمت تمام شده است که با اونها باید آشنا بشین و ببینین که کدوم روش رو میتونین و بهتر هست برای سازمان خودتون انتخاب کنین و استفاده کنین. و در گام چهارم شما نمونه کارهایی رو در نرم‌افزار اکسل خواهید دید. برای شروع محاسبه قیمت تمام شده لازم هست در ابتدا مفاهیم اولیه رو یاد بگیریم. این مفاهیم اولیه شامل موضوع هزینه هست، عامل هزینه، تخصیص هزینه و روش‌های اون و رفتارهایی که میتونه هزینه ها در قبال عامل هزینه داشته باشه. خب در ابتدا موضوع هزینه رو بررسی میکنیم. منظور از موضوع هزینه چی هست؟ در حقیقت میتونیم بگیم که هدف محاسبه قیمت تمام شده رو موضوع هزینه مشخص میکنه. به عبارت اولین سوالی که برای محاسبه قیمت تمام شده میشه این هست که چه موضوعی رو قیمت تمام شدهش رو حساب کنم؟ موضوع هزینه چیه؟ موضوع هزینه میتونه قیمت تمام شده یک محصول باشه یا موضوع هزینه میتونه قیمت تمام شده عملکرد خدمت رستوران باشه. بنابراین اولین سوالی که پرسیده میشه این هست که موضوع هزینه چیست؟ نکته بعدی این هست که شما میتونید توی یک سازمان چند موضوع هزینه داشته باشین. مثلا همین مثالی که زدیم میتونه توی سازمان تولیدی باشه. یک سازمان تولیدی وظیفه‌اش چی هست؟ وظیفه‌اش تولید محصوله. بنابراین اولین چیزی که براش مهم هست این هست که هر واحد محصولش قیمت تمام شدهش رو پیش بینی کنه ببینه چقدر خواهد بود. خب در یک سازمان تولیدی واحد رستوران هم داریم. بنابراین شاید اون سازمان تولیدی علارغم اینکه محصول تولید میکنه میخواد ببینه که هزینه رستورانش به ازای هر کدوم از کارکنانش چقدر هست. بنابراین موضوع هزینه میتواند در یک سازمان چند تا باشه. نکته بعدی این هست که اجزای قیمت تمام شده شما باید با موضوع هزینه‌تون که تعیین کردین تناسب داشته باشه. در حقیقت شما موضوع هزینه رو که مشخص میکنین باید ببینین که کدوم یکی از هزینه هایی که در حساب داری مالی ثبت شده مرتبط با این موضوع هزینه هست. و آخرین نکته این هست که موضوع هزینه تون حتما باید با عامل هزینه تون مرتبط باشه. حالا اینکه عامل هزینه چی هست رو در موردش صحبت میکنیم. منظور از عامل هزینه عاملی است که باعث تغییر در بهای تمام شده شما میشه. خب یک سازمان میتونه برای یک موضوع هزینه که انتخاب کرده عوامل هزینه مختلف رو در نظر بگیره. انواع مختلفی از عاملهای هزینه در سازمان ها وجود داره. متداول ترین عاملی که وجود داره تعداد محصول هست. اگر تعداد محصول رو به عنوان عامل هزینه در نظر بگیریم، خواهیم داشت قیمت تمام شده محصول به ازای هر عدد، اگر محصولتون حالا دونه ای باشه، اگر مثلا کیلوگرم باشه میشه به ازای هر کیلوگرم. پس من اگر موضوع هزینم قیمت تمام شده محصولم باشه، با تلفیق عامل هزینه که در نظر گرفتم میشه قیمت تمام شده محصول به ازای هر دونش، یعنی هر دونه محصولم قیمت تمام شده چقدر پیش بینی میشه.
میتواند این عامل هزینه ساعتکار مستقیم باشد. منظور از ساعتکار مستقیم، ساعتکار اپراتورها و کارگرایی هست که به صورت مستقیم در امر تولید محصول دخالت دارند. خب اگر من عامل هزینه رو ساعتکار مستقیم بگیرم، میشه قیمت تمام شده یه مثلا فرضاً محصولم به ازای هر ساعتکار مستقیم. اگر یه خدمتی باشه، میشه قیمت تمام شده اون خدمت به ازای هر ساعتکار مستقیم. میتواند عامل هزینه ساعتکار ماشین باشه. خب در این صورت میتونم بگم قیمت تمام شده مثلا یک واحد برشکاری به ازای هر ساعت کار دستگاه برشش چقدر. مثلا در این مثالی که اینجا هست، شما این دستگاه برش داریم، میخوایم ببینین که هر ساعت کار این دستگاه برش چقدر ارزش داره، چقدر قیمت تمام شدهش هست. اگر عامل هزینه تعداد پرسنل باشه، برای موضوع هزینه رستوران شما دارین قیمت تمام شده رستوران به ازای هر نفر، یعنی میخوایم ببینین که اون فعالیت توی رستوران انجام میدیم به ازای هر نفر فرد چقدر در میاد. خب سطح زیربنا هم میتونه یک عامل هزینه باشه. قیمت تمام شده ساختمان به ازای هر متر مربع. اگر ساختمان موضوع هزینه شما باشه، میخوایم ببینیم که هر متر مربع این ساختمان چند در اومده، چند قیمت تمام شدهش پیش بینی میشه یا به دست میاد. خب پس نهایتاً در اینجا ما با 5 نوع عامل هزینه آشنا شدیم. موضوعات مختلفی رو دیدیم در این مثال‌ها. موضوع اینجا قیمت تمام شده محصول بود، اینجا قیمت تمام شده یک خدمت بود، اینجا قیمت تمام شده برشکاری بود، اینجا قیمت تمام شده رستوران بود و اینجا قیمت تمام شده ساختمان، که هر کدومش بنا بر این عامل هزینه که اینجا مشخص شده به ازای هر عدد، به ازای هر ساعت، به ازای هر ساعت کار دستگاه، به ازای هر نفر و به ازای هر متر مربع، بنا بر این عامل هزینه میتونه محاسبات قیمت تمام شده انجام بشه. بنابراین تا اینجای کار به این نتیجه میرسیم که برای محاسبه قیمت تمام شده، اول باید موضوع هزینه مشخص بشه، بعد عامل هزینه مشخص بشه و بعد به صورت صریح و خیلی شفاف بگیم که چه چیزی رو مد نظرمون هست و هدفمون از محاسبه قیمت تمام شده دقیقاً تو اون سازمان چی هست. پس از مشخص شدن موضوع هزینه و عامل هزینه، باید بریم سراغ روش‌های تخصیص هزینه. منظور از تخصیص هزینه چی هست؟ می‌خوام هزینه‌های مرتبط با موضوع هزینه رو که از کل هزینه‌های حسابداری مالی مشخص کردم، الان به هر واحد عامل هزینه تخصیصش بدم. خب برای تخصیص هزینه باید یک مراحل رو طی کنین. اولین کاری که باید انجام بدین انباشت هزینه هست و همونطور که هران توضیح دادم، این هست که شما بیان با توجه به موضوع هزینه‌تون اون هزینه‌های لازم رو از واحد حسابداری مالی جمع‌آوری کنین. خب میتونه این موضوعتون یک موضوع محصول تولیدی باشه. بنابراین شما اگه بخواید قیمت تمام شده محصولتون رو به ازای هر واحدش حساب کنی، هزینه هایی که در حسابداری مالی مرتبط با این موضوع هزینه هستن میتونه دستمزد کارگران باشه، میتونه هزینه های تجهیزات یا ماشینالاتی باشه که در تولید این محصول دخالت دارن، میتونه هزینه آب برقی باشه که دستگاه ها مصرف میکنن و غیره. اگه موضوع هزینه شما یک موضوع خدماتی باشه، مثل خدمت رستورانی که در اون واحد تولیدی گفتم یا خدمت یک رستوران مجزا، میتونه دستمزد خدمه باشه، دستمزد سرآشپز باشه، هزینه های تجهیزات مثل اجاق گاز و غیره باشه، آب برق مصرفی در خدمت این رستوران. یعنی در حقیقت شما آب برق مصرفی تولید رو نباید ببینید. خب سوالی که اینجا هست این هست که این هزینه آب و برق که اینجا در نظر میگیرم آیا با هزینه آب و برق اینجا متفاوته یا مثل هم هست؟ قاعدتاً با توجه به موضوع هزینه‌ای که دارم، این مصرف این آب و برقی که برای تولید مصرف میشه با این آب و برقی که برای رستوران صرفاً مصرف میشه قاعدتاً با همدیگه باید متفاوت باشه و باید از همدیگه تفکیکش کنید. پس از انباشت هزینه، شما الان باید هزینه‌هایی که اینجا مشخص کردین رو به هر واحد عامل هزینه‌تون تخصیص بدین. مثلا بگین که یک واحد محصولتون چقدر از این هزینه‌ها بهش تعلق می‌گیره، یا اگر عامل هزینه برای خدمت رستورانتون کارکنان هست، هر کدوم از این هزینه‌ها به ازای هر کدوم از کارکنان چقدر میشه. دو روش عمده برای تخصیص هزینه وجود داره، یکی روش رهگیری هزینه هست و یک روش تسهیم هزینه. اگر بتونین اون هزینه‌ای که الان از حسابداری مالی نسبت به موضوع هزینه‌تون پیدا کردین به راحتی اونو تخصیصش بدین به عامل هزینه‌تون و از نظر اقتصادی عملی باشه، میگیم از روش رهگیری هزینه استفاده کردیم. ولی اگر که نتونید در حقیقت رهگیری هزینه انجام بدید، یعنی نتونید اون هزینه رو نسبت به موضوع و هزینه به راحتی رهگیری کنید، یا از نظر اقتصادی عملی نباشه، از روش تسهیم هزینه استفاده میکنید.
بسته به اینکه برای محاسبه قیمت تمام شده شما از کدوم میکنید از این دوتا استفاده کنید یا چطور ازشون استفاده کنید، روش های مختلف هزینه یابی و محاسبه قیمت تمام شده ایجاد شده. برای اینکه آشنا بشیم با روش های تخصیص هزینه و ببینیم کی از روش رهگیری میتونیم استفاده کنیم و کی از روش تسهیم، اینجا دو تا مثال کاربردی از یک واحد تولیدی و یک واحد خدماتی داریم به صورت خلاصه که در اینجا خدمتون ارائه میکنیم. فرض کنید که یک کارخونه تولید داریم، موضوع ساخت بخاری هست در اون کارخونه. خب در ابتدا باید انباشت هزینه داشته باشیم. گفتیم منظور از انباشت هزینه این هست که هزینه هایی که در حسابداری مالی ثبت شده و با موضوع هزینه ما سازگار هستن رو شناسایی کنیم و بعد اونها رو به هر عامل هزینه تخصیصش بدیم. اولین هزینه ای که برای ساخت بخاری توی سیستم حسابداری مالی ثبت شده هزینه ورق مصرفی هست. خب برای اینکه تخصیصش بدیم شما باید میزان مصرف برای هر بخاری رو داشته باشین، یعنی بدونین که هر بخاری چقدر ورق مصرف میکنه، البته به صورت خالص، و قیمتش رو به ازای هر بخاری این رو به دست بیارین. چون به راحتی میتونم میزان مصرف ورق یک بخاری رو به دست بیارم و همچنین مبلغ صرف شده برای هر کیلوگرم مثلا ورق رو بدونم از واحد حسابداری مالی، بنابراین میتونم بگم که هر بخاری چقدر قیمت ورقش هست. خب چون هزینه ورق به ازای هر واحد بخاری رو میتونم به راحتی حساب کنم، میگم ورق قابل رهگیری است. مورد بعدی مثلا ترموکوب هست. شما برای ساخت هر بخاری یه دونه ترموکوب نیاز دارین. خب تعداد مصرف پس مشخص هست، قیمتش هم که در واحد حسابداری مالی ثبته، شما میتونین قیمت یک ترموکوب رو داشته باشین. بنابراین راحت میتونم بگم برای ساخت یک بخاری چقدر هزینه ترموکوبش هست. پس ترموکوب هم یک هزینه قابل رهگیری است. هزینه بعدی که مرتبط با ساخت بخاری هست و اگر نباشه بخاری ساخته نمیشه، حقوق کارگر هست. خب ما میزان ساعت تولید به ازای ساخت هر واحد بخاری رو میتونیم به راحتی از واحد برنامه‌ریزی تولید یا واحد تولید سازمان بگیریم و دستمزد هر ساعت کارگر رو هم داریم. یعنی شما کافی هست که میزان ساعت ساخت یک بخاری رو داشته باشید، دستمزد هر ساعت رو هم داشته باشید و به راحتی بگیم که حقوق کارگر برای ساخت یه دونه بخاری چقدر. بنابراین حقوق کارگر هم یک هزینه قابل رهگیری است. هزینه بعدی که مرتبط با ساخت بخاری هست، حقوقی هست که شما به سرپرستان میدین، مثلا سرپرستان تولید. خب حقوق دریافتی سرپرست مشخص هست، ولی شما نمیتوانین حقوق دریافتی سرپرست رو تخصیص بدین به هر بخاری، یعنی بگین هر بخاری چقدر از این حقوق دریافتی ماهانه سرپرست رو به خودش تخصیص میده. چرا نمیتونیم تخصیص بدیم؟ چون حقوقی که این سرپرست دریافت میکنه برای انجام وظیفه‌اش در طی یک دوره یا طی یک ماه، این حقوق رو فقط صرفا برای ساخت بخاری دریافت نمیکنه، بلکه این حقوقش میتونه برای کارهای دیگه ای هم باشه. یعنی در حینی که به ساخت بخاری نظارت میکنه، میتونه کارهای دیگه ای در کنار سرپرستی ساخت بخاری هم انجام بده، مثلا کارهای مدیریتی خاص، ارتباطات خاص، ماموریت‌های خاص و غیره. خب شاید سوالتون این باشه که مگر حقوق سرپرست رو هم نمیشه مثل حقوق کارگر ثبت کرد و چقدر از حقوقش سهم این ساخت بخاری میشه یا چقدر فعالیتی سهم ساخت بخاری میشه؟ خب جواب این هست که بله، همچین کاری امکان پذیر هست، ولی اصولی نیست. یعنی شما هیچ جا هیچ سازمانی پیدا نمی‌کنید که به سرپرست بگین گزارش کار بده، ببینین که چند ساعت کارش رو صرف ساخت بخاری کرده. در این صورت میگیم که اگرچه میشه حقوق سرپرست رو هم با ایجاد یک تدابیری به ساخت بخاری تخصیصش داد یا رهگیریش کرد، ولی چون که مقرون به صرفه نیست یا وقتگیر هست، بنابراین انجام دادنش به صرفه تر هست. بنابراین برای اینکه شما حقوق سرپرست رو به عامل هزینه‌تون تخصیص بدین که یک واحد ساخت بخاری هست، در اینجا بهتره که از روش تسهیم استفاده کنید. هزینه بعدی که مرتبط با ساخت بخاری در سیستم حسابداری مالی ثبت شده، روغن مصرفی دستگاه است. خب آیا می توانیم روغن مصرفی دستگاه ها رو به روش رهگیری به هر واحد ساخت بخاری تخصیص بدیم؟ جواب این هست که اگر شما بخواید همچین کاری بکنید، هزینه بالایی رو باید صرف کنید. برای شفافتر شدن موضوع توضیح میدم. فرض کنید که واحد نگهداری و تعمیرات رفتن از انبار یک میزان روغن رو تحویل گرفتن. میزان روغن تحویل گرفته شده صرفا الان برای این دستگاه همش استفاده نمیشه، به اضافه که تاریخ انقضا داره.
بنابراین شما نمیتونین بذارین کنار دستگاه تا روزی که دوباره دستگاه نیاز داشته باشه این روغن رو مصرف کنین و تمام روغن تحویل گرفته شده صرف این دستگاه بشه. بنابراین ممکن دستگاه مجاورش، مشابهش یا دستگاه دیگر در یک سالن تولید هم نیاز به این روغن داشته باشه. بنابراین از همین روغنی که واحد نگهداری تعمیرات تحویل گرفته برای این دستگاه، برای دستگاه دیگه هم استفاده میکنه. خب پس با توجه به توضیحی که دادم میتوان رهگیری کرد میزان روغن مصرفی رو برای هر دستگاه که بعد ببینیم این دستگاه چقدر ساعتش صرف بخاری شده و هزینه‌اش رو اختصاص بدیم به هر واحد بخاری. ولی همونطور که میبینیم باید کنترل زیادی بشه و قاعدتا هزینه‌اش بیشتر از منافعشه. بنابراین میگیم که مقوم به صرفه نیست، قابل رهگیری نیست و باید براش از روش تسهیم استفاده. یکی از هزینه‌های مهم دیگه که در واحد حسابداری مالی مجدداً ثبت میشه آب و برق مصرفی هست. خب میزان مصرفش رو که دارین، طبق قبضی که برای هر سازمان میاد میزان مصرف آب و برق مشخص هست، مبلغش هم مشخص هست. آیا من میتونم رهگیری کنم و بدونم که هر واحد بخاری چقدر آب و برق سهمش هست؟ خب جواب خیر هست. چرا خیر هست؟ چون آب و برقی که مصرف شده برای کل سازمان مصرف شد. شما برای سازمانتون یه کنترل بیشتر ندارین. بنابراین مبلغی که براتون میاد برای آب و برق مصرفی برای کل سازمانتون هست. برای هر دستگاه نیست، برای هر واحد نیست. بنابراین شما نمیتونین بگین که یک دونه بخاری چقدر سهم آب و برقش رو در جمع کل این مبلغی که براتون اومده. علاوه اگر بخوای مقدار آب و برق مصرفی برای هر دستگاه رو بدونی یا هر واحد رو بدونی، باید یک کنترل جداگانه روی هر دستگاه یا در هر واحدی در سازمان خودتون نصب کنید. خب این مقرون به صرفه نیست، از نظر اقتصادی عملی نیست و بنابراین میگم که آب و برق هزینه‌ای هست که قابل رهگیری به محصول نیست و باید از روش تسهیم برای تخصیصش به هر واحد بخاری در این کارخونه استفاده بشه. خب در مثال قبلی یک موضوع تولید داشتیم، الان میخوایم در مورد یک موضوع خدماتی صحبت کنیم. فرض مثال خدمت رستوران. اولین کار این هست که نسبت به این موضوع هزینه که در نظر گرفتیم سراغ واحد حسابداری مالی بریم و هزینه‌هایمون که مرتبط با این موضوع هزینه هست رو از لیست هزینه‌های واحد حسابداری مالی استخراج کنیم که همون قسمت انباشت هزینه هست. خب با فرض این که عامل هزینه‌مون هر کورس غذا باشه، می‌خوایم محاسبه کنیم ببینیم که قیمت تمام شده هر کورس غذا چقدر هست. اولین هزینه‌ای که باهاش برخورد می‌کنیم هزینه برنج مصرفی در هر کورس غذا هست. خب میزان مصرفش رو داریم و می‌دونیم که در هر کورس غذا چقدر استفاده میشه و قیمتش رو هم به ازای هر کیلوش رو داریم. بنابراین به راحتی می‌تونیم به ازای هر پرس غذای عامل هزینه‌مون برنج مصرفی رو حساب کنیم و میگیم این برنج یک هزینه ای است که قابل رهگیری میباشه. هزینه بعدی رو پوش مصرفی کارکنان یا خدمه اون رستوران هست و خب به صورت دوره‌ای رو پوش براشون تهیه میشه و استفاده میکنن و مجدداً پس از دوره‌ای مجبور هستن که اون واحد رستوران بر طبق قوانین موجود رو پوش تهیه کنه برای کارکنان خودش. خب تعداد مصرف مشخصه در یک دوره و قیمتش هم مشخصه. آیا میتونم هزینه رو پوش رو به ازای هر پرس غذا مشخص کنم؟ خب شاید بشود، ولی از نظر اقتصادی مثل مثال‌های قبلی که داشتیم مقرون به صرفه نیست. بنابراین برای رو پوش از روش تسهیم باید استفاده کنم. هزینه بعدی هزینه حقوق خدمه هست. خب میزان ساعت کارشون مشخص، دستمزد هر ساعتشون هم مشخصه. خب کافیست که یک گزارش کار داشته باشم از اونها که ببینم چند ساعت برای هر کورس غذا کار کردن. اگر این اطلاعات داشته باشم میتونم به راحتی ببینم که برای هر کورس غذا چقدر خدمه هم کار کردن یا هزینه کردم از این لحاظ. بنابراین میگم که حقوق خدمه یک هزینه ایست که قابل رهگیری به عامل هزینم هست. هزینه بعدی حقوق سرآشپز میتونه باشه. حقوق دریافتی سرآشپز رو دارم، ولی طبق توضیحاتی که اینجا برای حقوق سرپرست دادیم مجدداً حقوق سرآشپز هم قابل رهگیری به ازای هر کورس غذا نیست و بهتر هست که از روش تسهیم استفاده کنید. مایع ظرفشویی هزینه دیگری است که استفاده میشه در واحد رستوران. خب میزان مایع مصرفی در طی دوره رو دارم، دقیقا مثل توضیحاتی که برای روغن مصرفی دستگاه دادیم مایع ظرفشویی هم به همین ترتیب به روش تسهیم باید انجام بشه و قابل رهگیری به موضوع هزینه نیست. و هزینه دیگه که میتونه در رستوران استفاده بشه آب و برق مصرفی هست. در اینجا هم برای تخصیص هزینه آب و برق به موضوع هزینه بهتر هست که از روش تسهیم استفاده بشه.
در اینجا میخوام یک مثالی برای ساده تر کردن موضوع رهگیری و تصمیم داشته باشیم در محیط اکسل. هم مثالی که اونجا توی فایل درس براتون گفتم رو در مورد ساخت یک بخاری و در مورد خدمت رستوران به صورت مثال اینجا آوردمش که ببینیم که چطور میشه قیمت تمام شده رو به صورت سرانگشتی حساب کرد. خب فرضمون بر این بود که در ساخت بخاری ما عناوین هزینه‌مون ورق مصرفی هست، ترموکوب هست، حقوق کارگر، حقوق سرپر هست، روغن مصرفی و آب و برق مصرفی باشه. خب اولین کاری که قرار شد بکنیم این بود که سراغ واحد حسابداری مالی رفته و هزینه ها رو در طی یک دوره به خصوص ازشون بگیریم. خب فرض کردم که دوره یک ماهه باشه و هزینه ورق مصرفی ثبت شده در این دوره در واحد حسابداری مالی برابر با 48,000 واحد پولی باشه. هزینه ترموکوب خریدار شده 9,000 واحد پول، حقوق پرداختی به کارگر 6,200، حقوق سرپرست 12,000، روغن مصرفی برای دستگاه ها 800 واحد پول و آب و برق به ترتیب 1200 و 2800 واحد پول باشه. جمع کل این هزینه های این دوره در واحد حسابداری مالی 80,000 هست. خب اولین کاری که باید بکنم این هست که مقادیری که براشون اینقدر هزینه شده رو از واحد حالا حسابداری یا واحدهای زیرربط مثل واحد انبار بگیرم. مثلا برق مصرفی که 48,000 واحد پول هزینه شده و ثبت شده توی واحد حسابداری مالی برای 80 کیلوگرم ورق بوده. ترموکوب 100 عدد خریدم که شده 9,000 واحد پول. حقوق کارگر برای 500 ساعت کار در این دوره پرداخت شده برابر با 6,200. حقوق سرپرست برای 4 نفر پرداختی داشتم. روغن مصرفی 5 لیتر در حقیقت ثبت شده توی واحد حسابداری مالی که شده 800 واحد پول. و به ترتیب آب و برق مصرفیم 80 لیتر و 70 کیلووات ساعت بوده. خب برای اینکه بخوام در حقیقت تخصیص بدم این هزینه ها رو به یک واحد بخاری و قیمت یه دونش رو در بیارم، خب اولین کاری که قرار شد بکنیم این هست که هزینه هایی که قابل رهگیری هستن و هزینه هایی که قابل رهگیری نیستن یا قابل تسهیمند رو مشخص کنیم. بر اساس توضیحاتی که داده شد ورق مصرفی، ترموکوب و حقوق کارگر 3 هزینه قابل رهگیری بودن و 4 هزینه دیگه قابل تسهیمند، قابل رهگیری نیستن. خب برای اینکه 3 هزینه اول رو تخصیص بدم به هر واحد بخاری، نیاز دارم که در ابتدا هزینه به ازای هر واحد مصرف رو به دست بیارم، یعنی ببینم که 1 کیلوگرم ورق هزینهش چقدره. خب برای این کار همونطور که نگاه میکنی ستون K4 تقسیم بر J4 شده، در حقیقت 48,000 رو تقسیم بر 80 کردم که شده 600، یعنی 1 کیلوگرم ورق مصرفی 600 واحد پول ارزش داره یا براش هزینه میشه. هر دونه ترموکوب 90 واحد پوله که حاصل تقسیم 9000 تقسیم بر 100 هست و هر ساعت حقوق کارگر 12.4 ارزش داره که حاصل تقسیم 6200 بر 500 هست. خب گام بعدی این هست که حالا میخوام از روش رهگیری حساب کنم. مصرف به ازای هر بخاری رو باید بدونم. اینجا هزینه به ازای هر واحد رو حساب کردم، هزینه بود. اینجا مصرف رو باید حساب کنیم، یعنی باید بگم هر واحد بخاری چقدر ورق مصرف میکنه که اینجا 2 کیلوگرمه، هر واحد بخاری چند تا ترموکوب استفاده میکنه که یه دونه هست و مجدداً هر دونه بخاری چند ساعت لازمه که کارگر برش کار کنه که 5 ساعت هست. خب برای اینکه هزینه رو حالا تخصیص بدم به طور ساده میتونم بگم که خب هر بخاری 2 کیلو ورق مصرف میکنه، هر کیلویی 600 واحد پوله، بنابراین 2 ضرب در 600 میشه 1200. خب سهم ترموکوب برای هر دونه بخاری چقدره؟ یه دونه مصرف میکنه، یه دونش ارزشش 90 هست، بنابراین 1 ضرب در 90 میشه 90 و به همین ترتیب 5 ساعت لازم دارم که کارگران کار کنن تا بخاری ساخته بشه. هر ساعت 12.4 ارزش داره و 5 ضرب در 12.4 میشه 62 واحد پول. خب جمع هزینه هایی که به روش رهگیری از این 3 تا هزینه به دست آوردم به ازای هر بخاری میشه 1352 واحد پول. حالا میریم سراغ 4 تا هزینه دیگه که باید به روش تسهیم حسابش کنیم. اولین هزینه من حقوق سرپرست هست. فرض کردم که 4 سرپرست دارم و به طور ماهیانه به اونها 12,000 واحد پول پرداخت کردم.
نیاز دارم که حتما برای تسهیم تعداد محصول تولید شده رو بدونم، چون اینجا عامل هزینه تعداد محصول هست، بنابراین اینجا تعداد بخاری یا تعداد محصول تولید شده رو باید مشخص کنم. خب 100 عدد فرض کردم که بخاری در طول این دوره تولید بشه، بنابراین حقوق سرپرست رو اگر تقسیم بر 100 کنم هر دونه ایش به دست میاد. برای سه هزینه دیگه هم از روش تقسیم باد استفاده کنیم که مجددا 800 رو تقسیم بر 100 میکنم میشه 8، 1200 تقسیم بر 100 شده 12 و به همین ترتیب برق هم به ازای هر واحد بخاری شده 28. جمع این هزینه ها شده 168 و در کل قیمت تمام شده به ازای هر بخاری حاصل جمع 168 هست به اضافه 1352 که میشه 1520 واحد پول. برای خدمت رستوران موضوع هزینه مشخصه، قیمت تمام شده رستوران رو میخوایم، عامل هزینه رو هم مشخص کردیم، به ازای هر پرس غذا میخوایم ببینیم که قیمت تمام شده چقدر هست،